میدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این در پاییز 1356 در کنار دشواری‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، آثار تضادهای فرهنگی در جامعه ایران نیز مشهود بود. شاه ایران را در آستانه تمدنی بزرگ می‌دید که به گفته داریوش و همایون فاقد جوهر و جهت فرهنگی و فکری بود. دستگاه فرهنگی محمد رضا شاهی سیاست مشخصی خودش نداشت، حرفی برای گفتن نداشت، کسی را هم که حرفی داشت نمیگذاشت حرفشو بزنه. به علاوه به عقیده احسان نراقی، فرهنگ دستگاه حاکم و فرهنگ مردم از هم جدا شده بود. به عنوان جامعه شناس من میدم که معتقدات جامعه، پندارها و اعتقادات جامعه یک اهمیت اساسی داره که رژیم و از رژیم بالاتر روشنفکران ما از اون غافلن. من میگفتم که این راه ما رو به بنبست میکشونه و ما مملکتمون تفکیک و تقسیم میشه به دو گروه، یه گروه مستفرنگ و یه گروه سنتی، و اینا همدیگر زبون همدیگر نمیفهمن و میشن دو ملت و دو قوم، و این برای آینده ما خطرناکه. ریشه این جدایی و تضاد در برخورد ایران با فرهنگ غرب بود. به گفته داریوش و همایون، حتی دولت که می‌خواست جامعه را با الگوی تمدن غربی نوسازی کند، نتوانسته بود کاری عمیقی و اساسی انجام دهد. برداشت ما در برخورد با غرب از اساس خراب بوده، برای اینکه ما متوجه نشدیم که یه چیزی در ریشه‌ها و پایه‌ها اشکال داره. خیال کردیم که ظواهر رو اصلاح بکنیم. کوشش‌های توسعه در اون زمان هم به اون عمق لازم نرفت. به همین دلیل ما روی سرعت و عمق شکست خوردیم، نه روی اصل موضوع. و حتی رهبران فکری جامعه که میکوشیدند جوهر فرهنگ غرب را خوب بشناسند، به گفته نجف دریابندری، در تبیین آن برای مردم دچار مشکل بودند. به نظر من روشنفکران ما از حدود سالهای بعد از انقلاب مشروطه همیشه دچار نوعی لکنت زبان بودند. یعنی مطالب خودشون رو خیلی روشن بیان نکردن. در روشن فکرهای صدر مشروطه مثل میرزا ملکم خان مثلا، نوعی روشنی و قاطعیت فکر و زبان هست که بعدا نظیرش رو کمتر میبینیم. تلاش های بعدی هم غالبا دست پا شکسته بوده. به نظر من اون مقدار مفاهیمی که روشن فکران مطرح میکردن نمیشه گفت از جامعه خودمون برخواسته بود. به همین دلیل هم وقتی که به اصطلاح کار از خرکتر رفت، روشنفکران که خود بنده هم یکی از اونها باشم، ناگهان متوجه شدن که تماسشون رو با واقعیت جامعه از دست دادن. دوره ما از اون دوره هاییست که میون سواد اعظم جامعه و اون عده قلیلی که اسم خودشون رو روشنفکر میذارن نوعی شکاف و عدم تفاهم پیش میاد. در این احوال گسترش آموزش غیر مذهبی، به گفته مهندس بازرگان، روحانیون را متوجه کرد که آنها هم از پیروان خود عقب افتادند. علما و طلاب خیلی زود حس کردن که مشتری ندارن. اون وقت قشر جوانشون و مخصوصا وعاظی که خب کارشون تبلیغ و حرف و سخن در میان مردم بود، اونها تجدید نظری در افکار و بیان و برخوردشون اونها دادن. این که کتاب های ماها رو می گرفتن و برای بعضیشون در واقع خوراک منبرشون بود و وعاظ جدیدی که پیدا شدن، اونا سعی داشتن به اینکه با زبان علمی و با زبان روز و با طرز تفکرهای دنیای جدید صحبت کنن و مطرح کنن این مسائل. جنب و جوش فکری و فرهنگی تازه‌ای که بعد از جنگ دوم در میان روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی شروع شده بود، با وقایع 28 مرداد دچار وقفه شد. به گفته نجف دریابندری، درگیری‌های سیاسی و علل و عواقب واقعه 28 مرداد تا مدت‌ها روشنفکران را مأیوس کرده بود. من در سال‌های اول بعد از مرداد 32 در زندان بودم و طبعاً از جو بیرون تجربه دست اولی نداشتم. اما جو
جب درون زندان که دی زیادی از روشنفکرهای چپ و کمتنی هم از عناصر ملی اونجا بودن، جب محتدگی و شکست و تفرقه بود. در اواسط سال 37 که من بیرون آمدم، فضای جامعه رو به کلی غیر از اون دیدم که قبلا بود. در این فاصله سیل درآمد نفت در جامعه جاری شده بود و بیشتر روشنفکران آرمان‌های سیاسی و اجتماعی رو کنار گذاشته بودن و سرگرم زندگی پرمصرف و اندوختن ثروت بودن. حتی کمی هم که نتونسته بودن خودشون رو با وضع جدید منطبق کنند، گرفتار الکل و بدتر از الکل شده بودن. در اواخر دهه 1330 جو سیاسی تا حدی بازتر شد و به جو فکری و فرهنگی هم حرکتی تازه داد. به نظر دکتر رضا براهنی، چاپ غرب زدگی کتاب معروف جلال آل احمد نقطه عطفی در این دوره شد. به نظر من یک دوران خاص سردرگمی هست که این از سال 32 تا سال 40، یعنی از کودتای 28 مرداد تا زمان چاپ غرب زدگی جلال آل احمد ادامه داره. به نظر من موقعی که غرب زدگی چاپ شد، اثرش روی روشنفکرها یک اثر فوق‌العاده مثبت بود و هدف خاصی رو برای روشنفکرها تعیین می‌کرد که اون هدف عبارت بود از متعهد کردن ادبیات، فرهنگ، هنر هم در مقابل هجوم آنارشی که به اصطلاح فرهنگ غربی و هم در برابر تسلط فرهنگ سلطنت و فرهنگ اون اشرافیت خاص سلطنتی. از این نظر به نظر من تقریبا نسل ما از غرب زدگی جلال یک جهت خاصی گرفت که بعد از اون روشنفکرها به دو دسته تقسیم شدن: اونایی که در برابر حکومت وایستادن و قدمشون به اصطلاح مخالف حکومت بود، گاهی ادبیات خیلی جدی به وجود آوردن، گاهی ادبیات رو با ژورنالیسم و روزنامه‌نگاری ترکیب دادن و در نتیجه شاید اون ادبیات چندان خوبی نبود، و گروه دیگه‌ای که جذب به اصطلاح حاکمیت شدن و نوع خاصی از ادبیات حکومتی رو به وجود آوردن، که البته روشنفکران جدی ایرانی همیشه مخالف اون نوع ادبیات حکومتی بودن. و در صدر مخالفان ادبیات حکومتی جلال آل احمد بود که به عقیده دکتر هما ناطق زبان پرخاشگر او مایه شهرتش شد. روشنفکران به نظر من در سالهای 40 یک عده گرایش داشتن به افکار مذهبی مثل آل احمد و فکر میکردن که اگر که بتونن خلاصه روشنفکران رو با روحانیت یک آشتی بدن، میتونن استقلال ایران رو حفظ بکنن و میتونن که علیه استعمار و استثمار به جنگ برخیزن. گرایش دیگه گرایش چپ بود که فکر میکرد به موازات همون گرایش مذهبی میتونه به همون نتایج دست پیدا کنه. اون چیز که مهمه زبان این دوتا گرایشه. زبان این دوتا گرایش هرگز یک زبان انتقادی نبود، بلکه زبان دشنام، زبان تکفیر و زبان طرد بود و اختناق دامن زد به این حرفا، برای خاطر اینکه هر کسی که بیشتر فحش میداد بیشتر برنده داشت. آقای آل احمد برنده بود به خاطر اینکه دشنام میداد. اما احسان نراقی معتقد است که آل احمد درد اساسی جامعه را دریافته بود و اهمیتش هم در همین بود. آل احمد غرب زدگی در ایران دید، با یک دید حساس و ذهن وقادی که داشت خوب تشخیص داد که یک عوامل غیر طبیعی داره در جامعه ما پیدا میشه، انحرافی و ناجور با جامعه و سنخ فکری جامعه، اون رو گفت، فریاد زد. در هر حال آل احمد از اولین روشنفکران غیر مذهبی بود که در محافل روحانی هم جلب نظر کرد. مذهبیون خود بیش از پیش به فکر تطبیق با زمانه افتاده بودند. مهندس مهدی بازرگان از نخستین کسانی بود که مذهب را با دانش جدید سازگار می دیدند و می خواستند دین را به عنوان راه و رسم زندگی به جوانان معرفی کنند. به گفته خود بازرگان، عده‌ای از روحانیون هم این شیوه کار را پسندیدند. مرحوم مطهری و مرحوم طالقانی و تا حدودی هم مرحوم ابن الدین، اینها در نتیجه احساس اینکه باید در قشر جوان و تحصیل کرده و مردم جدید باید وارد شد و
و اونها رو باید به طرف دین و اسلام و خدا و حقایق برگردون، ناچار اونا هم در مجالس این عده و در مباحث رو شرکت میکردن و به این ترتیب یه تفاهم و همکاری در برنامه های عمل، چه عمل دینی چه عمل اجتماعی و چه بعضن عمل سیاسی، ما بین ملیون مسلمان و این عده از علما پیدا شد. یکی دیگر از روشنفکرانی که تفکر دینی داشت دکتر علی شریعتی بود که پاسخ به نیازهای انسانی را در دین می دید. راه زندگی و نجات و کمال بشر و پاسخ گفتن به عمیق‌ترین و متعالی‌ترین نیازهای انسان است. بنابراین برای تعریف مذهب قبلا باید انسان را بشناسیم. دکتر شریعتی به گفته مهندس مهدی بازرگان مذهبیون را با مسائل جدید اجتماعی آشنا کرد و مفاهیم مذهبی را با تعاریفی جدید به غیر مذهبیون شناساند. دکتر شریعتی موقعی در اروپا درس می‌خوند که احزاب کمونیستی ایران و توده یا در زمینه مالکیت و در زمینه مسائل اقتصادی الغاها و اشکالات و ایرادهای مطرح می کردن. دکتر شریعتی از این جهت تحصیلاتش هم چون در جامعه شناسی بود، اتفاقا بنده توصیه کرده بودم وقتی مرحوم پدرش آمد با من چیز کرد زمان می خواد در اروپا چه درس بخونه، من گفتم جامعه شناسی بخونه، برای اینکه اتفاقا حملاتی که حالا بیشتر به دیانت و به خداپرستی میشه از ناحیه افکار جامعه شناسیه و او در واقع این قسمت رو، این مشکل و مسئله دوم رو حل کرد و همونطور که میدونیم قلمش و زبانش یه تأثیر و نفوذ فوق‌العاده‌ای مخصوصا در جوانها متدینین داشت و در واقع انقلاب اسلامی ما دو پایه از سه یا چهار پایه اصلیش رو مدیون دکتر شریعتیه، یکی مسئله شهادت و یکی مسئله امامت یا رهبری. این اگر افکار و انتشار افکار دکتر شریعتی نبود مسلم این انقلاب اسلامی ایران به این پیروزی نمی‌رسید. نجف دریابندری معتقد است که دکتر شریعتی فاصله میان روشنفکری و دینداری را از میان برداشت. به نظر من شریعتی یکی از اولین کسانی بود که با داشتن زمینه مذهبی و با حفظ این زمینه مقداری از معارف روشنفکران رو هم کسب کردن. یعنی در واقع می شود اسم شریعتی و امثال او رو روشنفکر متدین گذاشت. این پدیده روشنفکر متدین در جوامع دیگه به هیچ وجه تازگی نداره، ولی در ایران غالب روشنفکران ما فکر میکردن که روشنفکر باید لزوماً غیر متدین باشه. بنابراین امثال شریعتی درست توی همون شکافی که عرض کردم قرار میگیرن. اما داریوش و همایون عقیده دارد که کار شریعتی تازگی نداشت. اون چه که شریعتی انجام داد نوگرایی و نوگری نبود، آراستن همون اندیشه، همون جهانبینی کهن و کهنه هر دو با ظواهر تازه بود. شریعتی به یک تعبیر کاری رو کرد که از سید جمال الدین اسدآبادی افغانی شروع شده بود. تمام این اصلاح طلبان مذهبی در 100 سال گذشته سعی کردن این بنای کهنه رو با تزیینات تازه قابل قبول بکنن برای عصر جدید. جامعه ایران از بعد از جنگ دوم تحت تأثیر دو تا جریان نیرومند فرهنگی بود، یکی جریان نیرومند چپ انقلابی، یکی اسلام انقلابی. شریعتی هنرش در این بود که این هر دو رو جمع کرد زیر یک چتر. مد بود جوان ایرانی اگر در جهان انقلابی نمیزیست عقب افتاده محسوب میشد، ترد میشد. در نتیجه وقتی شریعتی آمد با بهرهی که از سخنوری برده بود، با نثر گل و بلبلی تازه تر خودش و اندیشه هایی که ظواهر مترقی پیشرو انقلابی داشتن، مقاومت ناپذیر شد برای جوانان. تأثیر دکتر شریعتی در میان جوانان مذهبی و غیر مذهبی بی سابقه بود و به گفته دکتر احسان نراقی در خلأ فرهنگی حاکم
دکتر شریعتی به بسیاری از جوانان هویت داد. خب خیلی مهیج بود دیگه، برای اینکه اون نسل جوانی که بی هدف رژیم بارشون می آورد، اینا در شریعتی یک هدف می دیدن، یعنی یه راهی نشون می داد بهشون و یک دلگرمی می داد بهشون بالاخره. ولی برداشت او از امور دینی و از اسلام یه برداشت خاصی بود که همه جا مورد تایید همه به اصطلاح اسلام شناسان و روحانیون نیست. حتی عده او رو مثلا بدعتگذاری میدونن که انتقاداتی بهش دارن. اون جنبهش رو بگذاریم، جنبه اجتماعیش خیلی قوی و مؤثر بود. نفوذ شریعتی در میان جامعه نه تنها سنتگرایان مذهبی که دولت را نیز علیه او برانگیخت. در گذشت شریعتی که پس از آزادی از زندان و سفر به اروپا در تابستان 1356 اتفاق افتاد، خود منشأ فعالیت‌های علیه دولت شد. دکتر علی امینی میگوید که بدرفتاری با دکتر شریعتی را با شاه در میان گذاشتم. وقتی راجع به شریعتی بهش گفتم، گفت اشتباه بزرگ. گفتم نه فقط شریعتی رو، پدر شریعتی هم گفتم. گفت عجب، پس من واقعا رفتم پل علم با شریعتی ارتباط زیاد نداشتم. خب میتونم یه آخوند روشن فکر کیست اینا. رفتم پل علم، گفتم گفت شریعتی و چی گرفت؟ گفت این آخوند رو هم دعوت، گفتم بهتر شما این آخوند متجدد با اون آخوند جوشنی داره دعوا میکنه، خب بذار بهتر شما این کار بکنه. گفتم شما کتابش خوندی؟ گفت نه. بعد یه کمیسیون با اینکه این کتاب رو بخونن، گفتم با اون صحیح من اگه نمیفهم این کتاب رو، آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ بعد اینو بردید با یه دلیم چاقوکش رو فرای ترتو گذاشه بگردید، اصلا توهین. خب این کار رو واقعا من نمیدونم کی تلقی میکرد. سخنرانی های دکتر شریعتی حسینیه ارشاد یکی از مساجد نوساز تهران را به کانون تجمع جوانان بدل کرده بود که به گفته مهندس بازرگان اصولا با هدف تازه‌ای بنیاد شده بود. بانیان اونجا اشخاص کم و بیش اداری یا تاجر یا کاسب بودن یا وکیل عدلیه که هم عرق ملی داشتن و هم اسلامی و مذهبی، و اونجا رو از ابتدا پایش رو روی استقلال از هم دولت هم استقلال از روحانیت سنتی گذاشتن و تشکیلات و ترتیبش هم خیلی فرق داشت با مساجد و محافل مذهبی سنتی ایران، و کسانی رو دعوت میکردن برای سخنرانی که بیشتر کلامشون مورد احتیاج و مورد استقبال باز همین قشر جوان متدین باسواد یا اداری و بازاری باشه، و گویندگان برجسته اینجا صحبت میکردن، خود مرحوم متحدی اینجا مدتی صحبت میکرد، و بعدم که دستشون به دکتر شریعتی رسید و در مدت کوتاهی سواک اجازه داد که اونجا صحبت بکنه، اون موقع دیگه یک جهش فوق‌العاده و یه حالت انفجاری اونجا پیدا کرد. رونق کار روشنفکران مذهبی حکایت از محدود بودن تأثیر روشنفکران دیگر داشت که به گفته دکتر رضا براهنی ابزار کارشان برای مبارزه عام سیاسی مناسب نبود. بعضی از نویسنده ها بودن که فقط فکر میکردن که باید مخاطب رو به هیجان بیارن و مخاطب رو تحریک بکنن. اینا میخواستن که یه طبقه خاصی رو به حرکت وادارن که خب اون طبقه به صورت جدی با ادبیات آشنایی نداشت. در نتیجه ادبیات چون محبوس در ابزار خاص خودش بود و مخصوصا ادبیات جدی، نمیتونست اون تأثیر قاطع رو از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی بر کسانی که فرض کنید که یک موتور حرکتی رو تشکیل میدادن بر اونا اثر قاطع بذاره. در پاییز 1356 که نویسندگان و شاعران 10 شب در باغ انستیتو گوته در شمال تهران گرد هم آمدند، هزاران تن برای شنیدن سخنان آنها هجوم بردند. اما به گفته اسماعیل خویی، اکثر حضار در پی سیاست بودند و نه ادبیات. در حقیقت مردم آمده بودند برای رویارو شدن با همین فضای سیاسی. مردم هیچ شاعری رو که به اجتماعی بودن نمیشناختند هم از پیش در اون چپ ها نمیپذیرفتند. یعنی در شرایط خفقان وظایف سیاسی تا اندازه‌ای بر دوش فرهنگ سوار میشه.
سیاست در فرهنگ پناه میگیره و فرهنگ به ناگزیر سیاسی میشه. و شاعران و نویسندگان هم در این ده شب معروف به اقتضای حال دعوت حضار را اجابت کردند. دوستان، عزیزان، در این ده شب که بر ما گذشت، شبهای فرخنده نوید بخش، شاعران و نویسندگان شما فرصت اون یافتند که در جمع شما بنشینند و گوشه‌ای از گفتنی‌های این زمان را بگویند. ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به 10,000 و بیشتر می‌زد آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک، روی آجر و سمنت لبه حوض نشسته و ایستاده در هوای خنک پاییز و گاه ساعت‌ها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی. نیروی بزرگ در کار پدید آمدن است. دوگانگی ما و شما در این شبهای خدایی می‌گدازد و یکی می‌شود. و اکنون در این شب که پایانش نزدیک است به گفتارم پایان می‌دهم. سلام بر دوستان، درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.